کتاب من اسمش رو گذاشتم My Days in Troubled Ireland. البته اسم فارسیش آشوب و آرام ایرلند شمالیه. کتاب رو سعی کردم از دید خودم و شخصی تر باشه. سال 1984 من مقرم بردم به پاریس و از اونجا میخواستم فعالیت عکاسیمو ادامه بدم در نقاط مختلف دنیا. ایرلند شمالی اولین جایی بودش که من رفتم به خاطر اینکه تصاویرش رو از دورانی که در انگلستان تحصیل میکردم یادم بود که هر شب تو تلویزیون این زره پوشا ارتش انگلیس و سربازا رو نشون میداد. این تا ذهن من بود. سپتامبر 1985 من رفتم به بلتاست و یکی از اهدافم این بودش که بتونم یه کاری روی ارتش جمهوری خواه ایرلند بکنم. بعداً یه تلفن دریافت کردم که به من گفتم بیا. از مرز رد شدیم و توی پاب منتظر شدیم و اینا. داستانش خیلی طولانیه. بعد غروب که شد سواره ماشین شدیم. بعد از مثلا 10 دقیقه یه روبیه ماسکی انداختن رو صورت من. بعد از 20 دقیقه نیم ساعتم برداشتن. بعد چشم که باز کردم دیدم تو یکی از این جاده های باریک کانتری سایت هستیم و رسیدیم جلوی ساختمونی که دوتا نگهبان با M16 جلوش وایستاده بودن. ماجراجو بودم، خیلی جوانتر بودم، یه هدفی داشتم که مشتاق شده بودم که ایرلند بیشتر کار کنم. ببینید موقعی که در صحنه هستین، در کارزار هستین، ترسی نیست. شما فکر میکنید که این دوربینتون یه حائلیه، سپریه بین شما و اتفاقاتی که جلوی شما داره میافته. بعدن که برگشتم پاریس گفتم تازه گفتم من چه کاری کردم. همه شگفت زده میشدن که تو چطوری تونستی بری. اون عکس سربازایی که عجله صلیب‌هایی که به یاد بابی سنز و دیگران گذاشته شده اونا دارن رد میشن، خب من اون عکس رو خیلی دوست دارم، برای اینکه در منطقه مرزیه که الان دعوا سرش هستش. ناشر من نشر نظر هستش. کتاب دوم از چهره‌های ادب و هنر ایران بودش. این برمیگرده به تقریبا 31 سال پیش. یه موقعی بودش که جنگ تموم شده بود، من موقتا مجوزی برای فعالیت نداشتم و در ضمن خسته شده بودم از بس چیزای تکراری را عکس گرفته بودم. بنابراین ایده به فکرم اومدش که روی این افراد کار کنم. اکثرشون الان نیستن دیگه، مثلا فرض کنید استاد محیط طباطبایی، ناتل خانلری، گلشیری، مشیری، شاملو. تو این کتاب 60 تا پورتره است که من یه بار شمردم 30 تاشون در قید حیات نیستن، 30 تاشون هم هستن که نسل جوانتر هستن. بیشتر خاطره که یادمه الان میتونم راجعش بگم عکس آقای شاملو بودش. موقعی که من رفتم پلوش ایشون داشت اسباب کشی میکرد، خیلی حالت یه جورایی کلافه داشت. از خانوم ها من عکس بیشتر داشتم، ولی یه سرشون نمیخواستن با حجاب بگیرن، یه سرشون مشکلی نداشتن. یه چند نفر هم مجبور شدم که یه جوری ابسترش بکنن. مثلا خانوم فریده لاشایی رو پشت یه پنجره ای رفتش که صورتش اینجا پوشیده بود و بنابراین نشون نمیداد موهاشو. خانم سیمین دانشور رو گذاشتیم روی جلد و مشکلی نبود. کتاب انقلابیون گفتم که از انقلاب شروع میکنم و 10 سال بعد تموم میکنم، که این 10 سال با فوت آیت الله خمینی کتاب تموم میشه. روز 13 آبان 1357 اولین عکسامو گرفتم که روز قبلش دانشگاه
درگیری شده بود و اولین استارت کار من بود. دوباره تصادفاً 13 آبان 58 که گروگانگیری دو تا 13 آبان دارم. اون عکسی که یه خانومی که با چادر هستش دستش اینطوری کرده که روی جلد کتاب انقلابیون اومده، این روز 23 بهمن 57 گرفته شده در داخل دانشگاه تهران. دوربین رو بردم بالا که داشتم میآوردم بالا، این خانم دستش آورد گفت نه، منم همون موقع ماشه رو چکاندم. عکس دیگه ای که خیلی شناخته شده تر بوده، عکس سرباز گریان هست که در جنگ ایران عراق سفر اولم گرفتم. یک کسی هستش که کنار جسد برادرش نشسته و روی صورت اون یه دستمال گذاشته شده و این داره گریه میکنه. عکاسی برای من یه راه و روش زندگی بوده، چیزی برای امرار معاش پول در آوردن هیچ وقت بهش نگاه نکردم. واسه همینم همیشه برای دلم عکس گرفتم و مثلا الان بعد از 38 سال 40 سال تازه داره این عکس ها رو میشه. من خودم میگم که زیرخاکی دارم یکی یکی در میارم.